به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خداوند مهربان، خدمت بینندگان محترم سلام عرض میکنم. در هر جایی که هستید انشاءالله حال دلتون خوب باشه. هرچند اوضاع کشورمون و حال کشورمون ملتهب هست و در این اوضاع انسان نیاز بیشتری به آرامش داره، ما هم از صمیم دل دعا میکنیم انشاءالله که این التهاب ها و این بی‌ثباتی ها و ناامنی ها انشاءالله که تغییر به بهتر شوه، به یک امنیت برسه و انشاءالله جنگ تمام شوه و زندگی آرامی داشته باشیم. طبق روال جمعه ها در برنامه مصباح الهدا با موضوع عوامل کسب توفیق در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. مهمان بزرگوار برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد روحانی در خدمت ایشان هستیم. جناب استاد سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید به برنامه. اگر سلام علیکی دارید بفرمایید تا بحث رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین بینندگان و محترم. انشاءالله که خدای متعال آرامش و آسایش رو در تمام کشورهای اسلامی خصوصا در کشور مظلوم ما افغانستان عزیز حاکم بگردانه. اله آمین. خب جناب استاد، ما در موضوع عوامل کسب توفیق در خدمت شما چند جلسه ای را که بودیم، عوامل متعددی را شما برشمردید و بحث کردید. از جمله اون عوامل خودآگاهی بود، کار و تلاش بود، تفکر کردن، دعا، نصیحت پذیری و دینداری. اگر خاطر بینندگان محترم باشه، این مباحث بسیار مهمی در باره این موضوعات کلیدی مطرح شد که در واقع هر کدامی از اینها یکی از پله های نردبان ترقی و رسیدن به توفیق را تشکیل میدهد. از خداوند متعال آرزو میکنیم و عاجزانه خواستار هستیم که به ما توفیق بده، ضمن دانایی عمل به دانستنه های ما هم نصیب شوه و صرف دانستن و شنیدن و گفتن نباشه، که بسیار بسیار مهم است. موضوع بحث ما هم همی هست، عمل. خب بله. یکی از عوامل رسیدنی به توفیق صرفا شنیدن نیست. بله. که همون قسمی که بیننده های محترم الان داره گپای ما و شما رو میشنوه، و همینطور صرفا گفتم هم نیست که بله. شما میفرمایین و بنده عرض میکنم. در کنار عمل بالاخره ما چی عملی انجام بتیم که ما را عمل ما نردبان رسیدنی به توفیق و سعادت شود؟ بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در مدخل زیبایی که شما به سوی بحث گوشیدین، در روایات داریم که یکی از عواملی که میتونه انسان رو در وادی توفیق قرار بده، گذار از عمل احسنه. یعنی اگر انسان از ورودی عمل احسن بخواهد به توفیق برسه، راه بسیار زیبایی است. بله. راه رسیدن به توفیق اینه که انسان هم عملگرا باشه و عملم که میکنه عملی و عمل معمولی نباشه، عمل احسن باشه. دو تا نکته هست. اولا یکی باید انسان اهل عمل باشه، چون خیلی حرف میزنن. بله. خیلی شعار میدن. برای رسیدن به توفیق شعار دادن لازم کافی نیست، حرف زدن درست نیست. گفت سعدیا، گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید، به سخندانی نیست. مادامی که انسان اهل عمل نباشه به جایی نمیرسه. گفت نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از اسم چراغ. اسم گفتی رو مسما را بجوی، ماه در بالاست نی در آب جو. یک شب مهتابی اگر باشه، بعد آدم داخل یک حوزی رو بیایی نگاه کنه، عکس ماه رو داخل حوز میبینه.
بله. اما این به معنای این نیست که ماه داخل حوض باشه، ماه بالایه. اینجا هم همین رقمه، انسان اگر بیایه حلوا بگه دهنی و شیرین نمیشه، بهترین خوراکیار اسم رو بری آدم ببارن آدم سیر نمیشه. مگه که کنار سفره باشه و یک قطعه نان به دستی و بدن و بخوره و احساس سیری بکنه. این همینه، باید انسان اهل عمل باشه. به حرف زدن آدم به جایی نمیرسه، با صرف گفتن کسی نمیتواند بگه من عملی انجام دادم. لذا قرآن نکنید همیشه ایمان رو در کنار عمل میای مطرح میکنه. در سوره مبارکه کوچی که به قرآن خیلی خوندن غالبا به ذهن شنوندگان بینندگان محترم هست، سوره مبارکه والعصر، قرآن میگه انسان ها همه شما در خسرانید، همه شما دارین خسران میبینین، در حال زیان دادن. بله، خسران از زیان کم بالاتره. چرا؟ چون اصل سرمایه داره از دست آدم میره. ضرر یعنی مثلا یک پولی بوده رفته بله. معامله کردیم کم در شده. در ادبیات قرآن و بله. دینی میفرمایند. بله. 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 خسران یعنی فقدان و رأس المال، اصل سرمایه از دست بره. که گفت سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. این میشه خسران. بعد قرآن میگه همه انسان ها دارن خسران میکنن، مگر چند گروه خسران میکنن. این سرمایه هایی که خدا به پایمه انسان ریخته کم به کم داره از دست میره. واقعا سرمایه عمر رو، عمر بارک الله، وجود، جوانی، اینا هم از انسان گرفته میشه. آدم وقتی که جوانه خوب میبینه، خوب میشنوه، مسائل رو ای بسا خوب تحلیل کنه. اما پا پیری که آدم پا به پیری میگذاره، قرآن میگه و منکم من یتوفا و منکم من یرد الی ارذل العمر، به پسترین دوران عمر خود آدم دست پیدا میکنه. دیگه از شور جوانی، از نشاطی که در دوران جوانی هست، در وجود آدم هیچ سراغی دیده نمیشه. گفت ذره ذره هر چه بود از من گرفت، دیر دانستم که گیتی رهزن است. بزرگترین دزد زمانه خود هستی است. اون چیزایی که با ما داده یک به یک گذر زمان میگه. بله، قرآن این مسئله رو که میایه مطرح میکنه که ان الانسان لفی خسر، بعد راه برون رفت از این خسران رو هم معرفی میکنه. البته خب انسان دو ساحه از وجود داره، یک جسم یک جان. جسم انسان قطعاً چی خوب باشه چی بد باشه خسران میبینه، پیر میشه آدم. اما روح که قسمت اعظم از وجود آدمه، میشه از آفت خسران خالی باشه، آری باشه. با چی؟ با ایمان. البته ایمانی که در کنار حتماً الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح هم باشه. این دو تا کنار همه. قرآن که ما رو داره دعوت به ایمان میکنه، میگه ایمانی که کناری و عملم باشه. امام عسکری سلام الله علیه وقتی که دیشتن ایمان رو تعریف میکردن، میگن اصل ایمان در درون خو عملگرایی هم داره. او کسی که مؤمن به خداست، با صرف ادعای ایمان و پذیرش خدا به وحدانیت که آدم بهشتی نمیشه. بلکه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. باید اهل عمل صالح هم بوده باشه. امام میفرمایند ایمان هم میتونه اعتقاد قلبی باشد، هم اقرار زبانی باشد و هم عمل جوارحی بوده باشد. انسان با اعضاء خود ایمان قلبی، اقرار زبانی باید تأیید کنه. اسلام ما رو دعوت به همین عملگرایی میکنه. میفرماید و الیس للانسان الا ما سعا. میزان اعتبار انسان در فردای آخرت به همین عمل امروز انسان گره خورده. بله. جایگاه آخرتی خور انسان میتونه با عمل دنیایی خود تثبیت کنه. از دنیا مزرعت الاخره. در یک روایتی قریب به همین مضمونی که شما فرمودین، امام هادی سلام الله علیه میفرماین مردم در دنیا وقتی که ماین چیزی یا کسی رو بیان ارزش گذاری کنن، غالبا به مال رو نگاه میکنن. بله. یا اگر انسان یا امروز فعلا ببخشید وسط کلام شما، بیشتر به مدل
موتری و یا مثلا به اندازه خانه و سرای و بله. که مثلا بله. یا مثلا به که مثلا دوکان و معیارهای بله. بله. ارزش گذاری بله. همه اینا دنیای همشون بیشتر. مال. بله امام میفرمان معیار و ملاک ارزش گذاری ها در دنیا ماله. به یک شخص من نگاه کنن که آدم خوبیه یا آدم بدیه، پولای رو نگاه میکنن. الناس فی دنیا به اموالهم. یه آدم گرفتار میشه با همین مال که میتونه گرفتاری رو از خود دور کنه. اما این سکه های دنیایی فقط در دنیا رواج داره، دیگر آخرت از سکه میفتن اینا. امام میفرماین و فی الاخرت به اعمالهم، در دنیا با اموال، در آخرت با اعمال. اونجا همین نماز که آدم خونده، همین روزه ای که انجام داده، همین حجی که رفته، همین دستگیری که از فقرا آمده انجام داده، همین دلی که او رو به دست آورده، اشکی که از چشم زدوده، اینا عمله. اینا میشه دستگیره انسان در سرای آخرت. به تعبیر بعضی از بزرگان اصلا بهشت و آخرت از پیش ساخته نشده. حالا اینکه بحث علمیش واردش نمیشیم، میفرمایند که در واقع انسان با همه عمل خودش داره اونجا یا برای خودش بهشت میسازه یا بله. جهنم میسازه. این دانه دانه اعمال ما جمع میشه و اونجا آخرت ما را شکل میده که به چه صورت باشه. بله. پس اسلام دین عملگراییه. اسلام دینی که شعاری و عمل است. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. هر کسی بند اعمال خونه، در گروه عملگرایی خود هست. خب شما تا هنوز چندین بار از تعبیر قرآنی به کار بردید و در واقع در ادبیات دین یک کلید واژه به دست می آید و او عمل صالح هست. بله. البته خب در کنار عمل صالح بازم شما اشاره فرمودید در اول بحثتون عمل اصلح. خب اصل عملگرایی رو که بالاخره این با اون مثال هایی که شما فرمودید، با اون کمک گرفتن از ادبیات شیرین فارسی، اشعاری رو که به زبان آوردید و ما لذت بردیم، واقعا انسان با تمام وجود درک میکنه که وقتی که پیش دکتر میره این نسخه ای که می نویسه، هیچ صرف نسخه با آدم شفا نمیاره. بله. بلکه باید عمل کنی، یعنی که قدم برداری. بله. یه رو ببری تبدیل به دوا کنی و دوارم تازه باید بخوری طبق دستور پزشک و دکتر، رو عمل کنی تا اینکه شفا حاصل شود و مریضی رفع شود. بله. خب اصل این که آدم باید به خاطر اینکه سعادتمند شود و موفق شود باید عمل کنی، به نظرم یک چیز وجدانی، یعنی همه انسان‌هایی رو درک میکنه و در ادبیات دینی ظاهرا فراتر از این رفته دیگه، با تعبیر عمل. بله. صالح و عمل اصلح. بله. جا داره که شما بفرمایید عمل صالح چی ویژگی هایی داره. بله. و در قدم بعد عمل اصلح چی ویژگی هایی داره. بله. خدمت شما عرض کنم که اسلام که ما رو به عمل دعوت میکنه مطلق عمل نیست، بلکه عملیه که در رداهای بالاتره. با دو تا کلید واژه غالبا. بله. اسلام ما رو دعوت به عمل گرایی میکنه. یکی همین عمل صالح که فرمودید، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کی مایه دیدار خدا رو به دست بیاره باید اهل عمل صالح باشه، که عمل صالح اولا او عملی که بر خواستگاه ایمان استوار باشه. یعنی کسی که بخواد عمل صالح انجام بده بدون اعتقاد و باور به خدا، عمل صالح از انسان سر نمیزنه. پشتوانه اعتقادی داشته عمل باشه. اعمال انسان بالاخره یک قالبی داره و پیوند بزنیم به اون بحثای گذشته که در بحث دینداری بود. خب این عمل مصداق دینداری هست دیگه. عمل انسان یک قالبی داره و یک روحی داره. میشه بگیم که روح عمل انسان اون ایمان انسان هست، یا در واقع حضور خداوند در این عمل هست، یا رضا بر انجام عمل برای رضایت خداوند. میشه، مشکلی نداره. اصلا قرآن یک تعبیر دیگه استفاده میکنه، میگه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. رابطه بین اعتقاد و عمل صالح رابطه تعاملی است. یعنی نها کنین، عمل صالح سبب میشه که انسان صعود کنه، رشد کنه.
ایمان هم سبب میشه که انسان بتونه عمل صالح انجام بده. اگر اعتقاد نباشه، کسی که اعتقادی نداشته باشه هیچگاه حاضر نمیشه بیاید جان خود در بین ایمان و عمل صالح طرفینی هست. یعنی اینا با هم تعامل دارن، تعامل. ایمان میتونه سبب انجام کار خیر بشه، عمل صالح بشه، و انجام عمل صالح هم ایمان انسان رو رشد میده. هر دو با هم در حال تعامل هستن. به هر حال ایمان یکی از مؤلفه های عمل صالح همینه که برخواستگاه ایمان باشد. در کناری و عمل صالح میگن اون عملی که اولویت هم در اون مد نظر باشد. گاه آدم چند تا کار خیر رو میبینه، همین خوبه، اما شاید نیاز مردم جامعه ما این نباشه. فعلا مردم جامعه ما به چی محتاج هستن؟ گرفتار چی مشکلی هستن؟ مردم مکتب خانه ندارن. اگر من بیام مسجد بسازم، مسجد ساختن خیلی کار خوبیه. درست. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. کسی که خدا رو قبول داره، قیامت رو باور داره، مسجد سازی میکنه. اما در محله زندگی میکنم مسجد هست، خب؟ بله. اما مردم نیاز به یک مکتب خانه دارن که بچه اینو بره به مکتب درس بخونه، که از جهالت دور بشه، بیسوادی بلاست. بله. این میشه عمل، عمل اصلح، عمل صالح. بله درسته. عمل یعنی... صالح یعنی عملی که در او اولویت و نیاز مردم مد نظر گرفته شده باشه. ویژگی و مؤلفه سوم برای عمل صالح میشه مد نظر گرفت و اینه که مقرب انسان به سوی خدا باشه. علامه طباطبایی در المیزان این مسئله رو مطرح میکنه، میگه انسان وقتی داره عمل صالح انجام بده، این عمل صالح باید این قابلیت رو داشته باشه که انسان رو به خدا برسانه. یعنی نمیشه انسان بیای یک کاری رو انجام بده به قصد ای که به دیگران ضربه بزنه اما اسم عمل صالح بگذاره. عده اومدن از پول خو گذشتن خانه ساختن برای خدا، اسم را مسجد گذاشتن، همون شد مسجد زرار. مسجد زرار شد. چرا؟ چون قصد قربت در اون نبوده، قصد ای که خدا از اون راضی بشه نیست. پس اولین یعنی شکل عمل بوده ولی روح عمل که در رای رضای خداوند باشه وجود نداشته. بله. قصد نه خدا نبوده، خدایی نبوده، ریایی بوده. این کلید واژه اولی که در زمینه عملگرایی قرآن ما رو به او فرا میخوانه. اگر اجازه بدین ادامه بحث رو بعد از یک میان برنامه پی بگیریم. در خدمت شما است. خب بینندگان محترم، بسیار تشکر که تا اینجای برنامه با همراه بودید و جای خوشحالی است که بعد از یک میان برنامه باز هم برگردیم و در خدمت شما باشیم. ادامه بحث را پی میگیریم. برای عدالت می نویسم، نوشته می کنم برای روزهایی که عصر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشد. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از مأذنه های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. به امید روزی نوشته می کنم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستید برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوش باغ ها را با بالهای طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه هست که مطمئن می شود
هزار آینه می رویند به هر جا می نهی پا را، همین قدر است و می دانند هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایت دیده ام قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لبها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود وقتی که پرچم های رنگارنگ تزویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت امروز در اهتزاز باشد. در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند، جان می کنید. دریاها در رکودی و وسعت یک باور می میرند و از دل دریاها مردارها جان می گیرند و ماهی های سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولک های طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می شویند و فریاد می زنند. ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ، تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم. خب ادامه برنامه را پی میگیریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای روحانی. خب جناب استاد، شما در قبل از اینکه ما برنامه را قطع کنیم برای دیدن بیان برنامه فرمودید دو تا کلید واژه درباره عمل در قرآن هست. اولی رو فرمودید عمل صالح، کلید واژه دوم چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تعبیر دومی که قرآن به کار میگیره در مورد عملگرایی و تشویق به عملگرایی، عمل احسن هست. درست. در قرآن میخونیم که خدا میفرماید اگر مرگ آفریده شده، اگر حیات خلق شده و این نظام را آمده خدا طراحی کرده، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، ما این شما را امتحان کنه، مرگ بزنه ببینه که شما در این میدان کدامتان عمل احسن انجام میدین. عمل احسن یعنی عملی که ویژگی های خاصی رو باید در وجود خود داشته باشه. عمل معمولی نیست، عمل حسن نیه، بلکه عمل احسنه. نیکوتر. بله، نیکوترین. نیکوتر. بالاترین، بله، افعال تفصیل. درست. خدای متعال خلقت رو که آدم بیای نگاه میکنه، یک نظامی رو آمده طراحی کرده که همه حسن و جماله. اگر خود انسان رو آمده آفریده، میشه فتبارک الله احسن الخالقین. خدا میشه احسن الخالقین. اگه او احسن الخالقینه، من میشم احسن المخلوقین دیگه. بله. در واقع برای این خلقت، یعنی خلقتی و آفرینش انسان، خداوند همچه مدالی به خودش داده. بله. تبارک الله احسن الخالقین. بله، او گفت خداوند مخلوقات زیادی داره دیگه. بله. بله. بعد از برای او مخلوقات همچه تعبیر رو به کار نبرده. بله، گفت روزی که آفرید تو رو صورت آفرین. بله. بر آفرینش تو به خود گفت آفرین، صورت نیافرید چون این صورت آفرین، بر صورت، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین، آفرین. فتبارک الله احسن الخالقین. خب می انسان رو آمد خلق کرد در همه عالم رحیم، هو الذی یصورکم فی الارحام، که قلم سون رو به دست گرفته در همون عالم رحم داره خدای متعال نقاشی میکنه،
فاحسن صورکم، صورت زیبایی برای توی انسان آمد خلق کرد. بعد نگاه میکنیم انسان متولد شد. ای تولد انسان، پاگودیشتن به عرصه طبیعت، قرار گرفتن در مسیر تکوین، در کنار تشریع، همه اینها تو اما با حسن و جماله. خب خدا انسان رو امتحان میکنه، لیبلوکم، امتحان که میکنه بعد میگه بلا ان حسنا، امتحان خوب میکنیم. اگر خدا در قبال این امتحان قراره یک اجری بره انسان بیایه بده، اجرن حسنا. اگر یک متاعی، یک بهره در زندگی دنیا بره انسان ها میده، میشه یمتعکم متاعا حسنا. اگر این خدا پیغمبر فرستاد بره دستگیری راهنمایی بشر، میشه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این خدا به خاطر که انسان از درس های قبلی، امت های قبلی عبرت بگیره، گاه داستان میگه، داستان یوسف رو میای برای انسان میگه، بعد میشه نحنو نقص علیک احسن القصص. اینو رو که عرض کردم، همین حسن و جمال در اونها نمایانه. یعنی تمام خلقت بر حسن، بر زیبایی استوار شده. در قرآن میخونیم که اگر کسی آمد به شما خوبی کرد، شما خوبی کنین دیگه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، طرف نیکی کرده ما باید نیکی کنیم دیگه. خدایی که این همه سرمایه نیک و نکو در اختیار بشر قرار داده، توقع و انتظار او هم همینه که انسانها هم بیاین عمل نیک انجام بدن. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، بهترین کارها رو انسان بیایه انجام بده. امام صادق سلام الله علیه وقتی که این آیه از سوره مبارکه ملک قرائت میکنن، میفرمان مراد خدا اینیه که انسان عمل اکثر انجام بده، پرکاری کنه، کمیت صرف. بله، بیشتر دنبال کیفیته. یعنی خدا خواسته که انسان آثار عمل رو بالا ببره، نه آمار عمل. ای بس ما بیشتر دنبال آمار باشیم، چند دفعه کربلا رفتی، چند دفعه زیارت بیت الله رفتی، نه پنج دفعه رفتی، ده دفعه. فقط یکی از آسیب هایی که در جامعه دینداران وجود داره و بین مؤمنان همین هست متاسفانه. یعنی کمیت رو اونقدر که با کمیت بها میده، کیفیت و روح عمل چندان بها نمیده. آثار مهمتره. امام میفهمن لیس یعنی اکثرکم عملا، عمل اکثر نمایه، عمل احسن مایه. بهترین ها رو خدا از انسان تقاضا کرده است. خب بسیار مشتاق هستیم جناب استاد که بشنویم از زبان شما که این عمل احسنی که قدر خداوند روش تاکید کرده و در قرآن هم بارها به او پا فشرده، چی ویژگی هایی داره؟ بله، با چه عملی ما میتونیم بگیم عمل احسن؟ خب گاهی ما مثلا سر دورایی خود قرار میبینیم، خب من یک کار کنم خوبه یا او کار کنم خوبه، کدام یک از این کارا اگر انجام بدم او به وظیفه دینی من نزدیکتر هست؟ این سوال بالاخره مطرح هست و چی بهتر که همینجا وقت شما از زبان شما بشنویم که بله، عمل احسن و نیکوترین عمل چی ویژگی هایی داره؟ بله، اجازه بدین که این سوال شما رو من با پاسخی از پیغمبر خاتم صلوات الله و سلامه علیه پیگیری کنم. در ذیل همین آیه که عرض کردم از سوره مبارکه ملک، پیغمبر ویژگی هایی رو برای عمل احسن آمدن مطرح کردن. درست. که خدا که از ما عمل احسن خواسته، خب یک مؤلفه هایی داره. شناسه های عمل احسن چیه؟ چند تا ویژگی رو مطرح کردن. اول می فرماین عمل احسن اون عملی است که اتم مکم عقلن. اگر کسی توأم با عقل محوری کاری رو بیایه انجام بده، این کار میشه عمل احسن. یعنی این عمل باعث رشد عقلانی ما و جامعه شود. بله بله، کاری که انسان توأم با تفکر و تعقل انجام بده، یعنی از فکر و عقل و خرد خو بهره بگیره، او زمان دست به اقدام بزنه، این میشه بفرماین عمل احسن. درست. او عملی که درون مایای تفکر و اندیشه در اون نمایان باشه، این میتونه انسان رو به عمل احسن برسونه. و اگر انسانی رقم باشه، اهل بیت رو دوست دارن.
امام کاظم سلام الله علیه می فرمایند، امام صادق سلام الله علیه می فرمایند، می امام صادق در بین پیروان و شیعیان خو او کسی دوست دارم، انا لنحب من کان عاقلا، هر که عاقل تر باشه مو بیشتر دوست دارم. جالب، امام نمیگن او کسی که بیشتر نماز میخونه، کسی که بیشتر روزه داره، کسی که بیشتر مثلا به زیارت میره، میفهمن کسی که عاقل تره. خب اگر انسان عاقل تر باشه قطعا همه کارهای خیر و مثبتی که گفتیم، مثل نماز، مثل روزه، مثل زیارت، مثل حج، مثل دستگیری از فقرا رو این شخص انجام میده. بله، به اهل بیت او دوست داره. اولین ویژگی اینه که انسان از عقل خوب بهره بگیره. به همون اندازه‌ای که عقل در عملکرد انسان دخیل بوده باشه، میتونه عمل انسان رو مهمور به مهر احسن کنه، بهترین ها. یکی از ویژگی های دین اینه که انسان رو مگه به حد عقل ها بسنده نکو، برو بالا. در واقع باز هم تأکید روی کیفیت هست دیگه. ضرب المثل که میگه کار نیکو کردن از پر کردن هست، یعنی بهتر و بله، کار با کیفیت تر باید انجام شود. خیلی خوب بفرمایید. به همین شکل هم هست. اصلا اسلام کنه ما رو در رقابت مثبت آمده سوق داده که به بهترین ها و قله ها رو بنگرید. فاستبقوا الخیرات، احسنتم، سارعوا الی مغفرت، سارعوا، بله بله، یعنی سرعت بگیرید. امیرالمؤمنین این دعا رو در قرآن خیلی میخوندن که خدایا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعیون. این قسمت رو کار نداریم. بله. قسمت دوم یه ناظر به فرمایش شماست. وجعلنا للمتقین اماما. امام نمیگن من جزء متقین قرار بده، میگن من امام متقین، پیشوای متقین باشم. و وقتی که من دارم این رو میخونم، کنه داره من سوق میده به سوی اون بالاها، داره به من میفهماند که تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، در این دامگه چو افتاده است، بال بگشا و سفیر از شجر توبازن، حیف باشد که چطو مرغی که اسیر قفسی. آدم این قفس ها رو بشکنه، این حصار ها رو از مقابل خو باردانه و بال پریدن خور قوت ببخشه. در واقع این تعبیر یا کلیدواژه عمل احسن یک افقی را در پیش روی انسان می گشاید و کسی اگر بخواد خوب شوه و آدم شوه دیگه انتهایی نداره. یعنی اینجا بله، هر چقدر که فرض کنی، چون آدم در این مسیر و در مقصد کسایی رو میبینه که اونها دیگه همیشه در حال بله، تلاش به سوی خیرات هست و برای بله، اینکه نه تنها زندگی خوده که زندگی دیگران رو هم شیرین کنه. بله. بله. امام سجاد سلام الله علیه همین تقاضا رو از خدا دارن که خدایا نیت عمل به بهترین نیات تغییر بده، وانتهی به عملی الی احسن الاعمال و به نیتی الی احسن الاعمال. خدایا نیت عمل ما بهترین ها بوده باشه. در کنار ای، چون داشتیم نشانه های عمل احسن رو میگفتیم و گفتیم اجازه بدیم که عطر کلام نبوی بحث ما یک مقدار بیشتر معطر کنه. بله. پیغمبر فرمودن اول باید رگاهایی از تعقل در عمل دیده بشه تا این عمل بشه عمل احسن. دوم، بعد بفرماین ویژگی دومی اینه که خوف و خشیت از خدا هم در عمل نمایان باشه. یعنی آدم وقتی که داره کاری رو انجام میده، خدا ترسی، خوف و خشیت از خدا در عمل انسان باشه. این خوف و خشیت بسیار مقوله مهمیه در زمینه سوق دادن انسان به سوی کمال و رشد دادن آدم، بسیار تأثیر گذاره. خوف داشته باشیم نسبت به آینده که انسان خود رو برتر و بالاتر و از همال بهشتی تصور نکنه. و از طرف در مقابل این خوف آمدن گفتن یک حزنی هم بوده باشه، یعنی از عمل کرده قبلی خو انسان مقداری نگران نباشه، نگران باشه بباشید. ما دو تا مسئله داریم که اینها برای انسان خیلی آفت مهمیه. بس. یکی غرور، یکی یأس. گاه انسان مغرور میشه، میگه با همین سرمایه عمل بهش جای منه، زمین میخوره. بس. گاه مایوس میشه،
میگه گر جامعه ما برای غرق است، یک زر و دو زر را چه فرق است؟ همون مثالی که در عرف عامیانه محلی های ما میگم، او که از صد گذشت چی یک وجب چی صد وجب. این هم که میگم ما که جهنم ما این بریم دیگه، حالی چی گناه بکنیم چی گناه رو انجام ندیم. لذا باید خوف و خشیت خدا حتما در عمل باشه. خدا میفرماید بین خوف و رجا مؤمن باید خودش نگه داره، سرگردان باشه بین نه در ورطه خوف و ناامیدی مطلق برسه که باز هم اینجا جایگاهش جهنم هست، و نه هم در دام غرور و دل خوش کردن صرف به اعمال برسه. بله، خدا میفرماید هر کی که توقع و انتظار این رو داره که خدا دو بار به او پاداش بده، یک راهی اینه که از خدا بترسه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، دو تا بهشت میده. مفسرین میگن ای که خدا بره کسانی که خوف از او دارن دو تا بهشت بده، یک بهشت میشه بهشت عمل، بخاطر عملی که آمده انجام داده بره بهشت میدن، و یک بهشت دومی رو هم باز بری و میدن، یک باغ دومی هم میدن، بخاطر ای که این کار رو تو اما با خوف الهی آمده انجام داده، تو اما با خشیت از خدا. خب این تبیین که فرمودید، مفسران مفسرین فرمودند. بله درست درست. آیا میشه این برداشت رو هم کرد که خود این کسی که عمل صالح انجام میده و یا عمل اصلح انجام میده، بهترین عمل رو انجام بده، خود همین در یک فضای قرار میده، زندگیش به گونه میشه، یک وجدان راحتی، یک آرامشی نصیبی به برکت این اعمال نصیبش میشه، یا که فرمودی رشد عقلی در پی داره، رضایت خداوند در پی داره، این فضایی که عمل نیکو و عمل احسن برای انسان انجام میکنه، خود همین ممکنه بهشت باشه. یعنی چون این زندگی هم یک زندگیه که ارتباط های نزدیک با بهشت داره. بله فرمود فلنوحینه حیات طیبه، هر کی ایمان داشته باشه عمل صالح انجام بده، بری ما یک حیات طیبه فراهم میکنیم. خب این حیات طیبه الزاماً در سرای آخرت نیه، کسی که با آموزه های دینی داره زندگی رو استوار میکنه و خشت خشت بنای ساختمان تدین و خور با همه کارهای خیر داره انجام میده، بهشت و همین جگاست. گفت من که بهشت نقدم امروز میسر میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ میگه اصلا من نیازی ندارم که فردا قرار است در بهش به من این مقامات این نعمت ها داده بشه، من که دارم طبق دستور دین زندگی میکنم، همالی هم برمه بهشته، همین فعلا هم برمه بهشته. شاید شما هم کسایی رو در اطراف خود دیده باشین، انسانهای بزرگ، اولیاء الله، حالا چی در حالاتشون مطالعه کردیم، یا ای که بعضی ها رو انسان به چشم خودش دیده باشه که اینها انسان‌های بندگان واقعی خداوند، یک آرامشی به سر می‌برن، از نظر آسایش چندان مال و مکنت دنیا هم چندان دستشان پر نیست، بله. اما حد اقلها را فراهم کرده و به همو قناعت کرده، ولی آرامشی در زندگی اینها موج میزنه، یا به تعبیر قرآن در یک حیات طیبه غوطه‌وره که آدم غبطه می‌خوره به حال اینها، بله. بله. و این نوعی از زندگی و این سبک از زندگی قطعاً یک سری میوه ها و ثمراتش در خود همین دنیا هم خودش بله. نشان میده. بله، ما یک حیات طیبه داریم که میتونه از دنیا شروع بشه، حال آخرت هم هست، میتونیم بگیم آخرت هم هست دنیا، منتها اگر طبق و دستور حرکت کنه انسان همینجا بری و میشه دنیا حیات طیبه. این پیوند دنیا و آخرتی که حالا در گذشته این اشاره شد بهش دیگه، بله، پیوند تنگاتنگ بین دنیای انسان یا نوع زندگی انسان، بله، که در او دنیا آدم چه قسمی باشه، بود و باشه، بله، انسان چه قسم باشه، که حالا بهشت باشه یا جهنم، قطعا اصلا نکنین آخرت همین دنیای امروز ما، یا میتونیم بگیم دنیای امروز ما ویترین آخرته. دنیا داریم چه کار میکنیم؟ همون روایتی که شما فرمودین از دنیا مزرعه الاخره، بله، اینجا ما هر رقم که هستیم آخرت هم به همون شکله. گفت مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و با دوست دوست. اینجا اگر انسان درست زندگی کنه همینجا بره بهشت میشه. 3 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، بله، میشنویم صحبت شما. بله، ویژگی سومی که برای عمل احسن هم هست، چون وقت تنگ هست،
بتونه میر به سرانجام برسونه. ویژگی سوم هم اینه که انسان در این کاری که مایه انجام بده اگر قرار است عمل احسن باشه حتما باید تابع امر و نهی خدا باشه، علاوه بر اون عقل گرایی، علاوه بر باید که خوف و خشیت در انسان دیده بشه، حتما باید رأی و نظر خدا رو مد نظر بگیره. دستور خدا حتما حتما در کار انسان بوده باشد. بعد این مسئله رو که پیغمبر فرمودن گفتند که مهم اینه که اینا در عمل باشه تا عمل عمل احسن باشه. و این کان اقل لکم تطوعن، اگرچه که عمل مستحبی هم کمتر انجام بده، همون کار واجب رو که داره انجام بده این سه تا فاکتور رو داشته باشه، این میشه عمل احسن. عقل گرا باشه، عملی که تو اما با خوف و خشیت باشه و در کنار یو تابع رأی و نظر خدا باشه، خود رو صاحب رأی و تدبیر نداند، خدا رو سکاندار و هدایت کننده ببیند و همه چیز رو به خدا بسپارد. و افوض و امری الالله، خدا انشالله همه مریضا رو شفا بده. وقتی میریم مثلا به شفاخانه میبینیم یک عزیزی ایر آمدن عملیات کردن، قلب عملیات کردن، درست او خوراکی که برای دکتر را تجویز میکنن فرق میکنه با کسی که پای او شکسته، با کسی که مثلا کیسه سفرایر آمدن عمل کردن. نه؟ بله. جالبه کسانی که به عنوان مریض در این شفاخانه به سر میبرن هیچ کدوم اعتراض نمیکنن، چرا به این همه قضا میدین، رنگارنگ متنوع، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، هم به چی نمیدین؟ به یکی میکنه فقط سیروم، به سیروم سیروم میدن، بله میز غذایی نته. چرا؟ چون میفهمه که او کسی که آمده این رژیم غذایی تجویز کرده یک دکتر متخصص مهارت داره در کار خوب. اگر همیر ما به عنوان یک بنده در قبال خدایی که خالق و آفریننده ما هست قبول کنم، دیگه هیچ گونه اعتراضی در مقابل تقدیرات الهی انسان در زندگی نخواهد داشت. اگر انسان بلا هم ببینه میگه خب این بلا رو خدا برام داده، به ارادت بخورم زهر که شاهد ساقی است. نه؟ بله. انسان میشه مثل زینب و کبری سلام الله علیها، ای همه داغ دید، ای همه مشکل، خصوصا مثل همه ایام که ایام اصالت و مهنت نا در شهر شام هست، امام سجاد بدترین غمها و مصیبتها خور وقتی مایم بازگو کنن از شام یاد میکنن، اما با تمام این مشکلات، ای همه مهنتها، ای همه بار مصیبت، حضرت زینب سلام الله علیها راضی به مقدرات الهی است. ای همه درد دید، ای همه قصه بر او وارد شد، اما که ما را ای تو الا جمیلا، خدایا ما غیر از زیبایی، غیر از لطف از جانب تو هیچی ندیدم. چرا؟ چون خدا رو مدیر و مدبر و عالم میبینه. و اینا به جایی رسیدن که و ما تشاؤون الا ایشاء الله، هرچی خدا خواست، هرچی خدا اراده کرد و مشیت او بود، اونها راضی میشن. این عمل میشه عمل احسن. و اگر عمل احسن از انسان سر بزنه، آقای عالم امیر المؤمنین علی علیه السلام این نوید و مژده رو به او میدن که من احسن العمل، هر که عمل احسن رو انجام بده، امده التوفیق، توفیقات در زندگی مددکاری میشه. راه رسیدن به توفیق اینه که انسان دست به کار خیر باشه، از عمل احسن انسان بهره بگیره. بسیار عالی استفاده کردیم و از خداوند میخواهیم که ما رو به عظمت پیامبر و اولیاش موفق بداره و اعمال ما را شایسته بگردانه، ما را توفیق انجام عمل صالح و اعمال صالح انشالله عنایت کنه. من میخواستم بگم بفرمایید شما دعا کنید، پایان برنامه هست و انشالله اجازه بدید از بینندگان خداحافظی کنیم و پایان برنامه رو انشالله با دعای شما تمام میکنیم. خب بینندگان محترم، سپاسگزار هستیم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. انشالله که شما هم جز کسایی باشین که از زندگی طیبه برخوردار باشید، اعمالتان انشالله صالح و اصلح باشه و در میدان
مسابقه زندگی و انجام عمل صالح از خوبان و از شایستگان و برندگان این میدان باشید. تا هفته دیگه شما را به خداوند متعال و بزرگ می‌سپاریم. شما هر روز هفته ساعت 8 شب به وقت کابل برنامه میسپال هدا را می توانید نگاه کنید و تکرار او را فردا بعد از اذان ظهر به وقت کابل می توانید ببینید. تا هفته آینده شما را به خداوند میسپاریم. برنامه هفته خود با دعای جناب استاد به پایان میبریم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لولیک الفرج، توفیق عمل احسن عمل صالح رو خدا به همه ما عنایت بگردان. الهی آمین.